خانم پرستار بفرمایید. چی شده؟ چرا هنوز تموم نشده؟ نگران نباشین، وقتی تموم بشه دکترها بهتون خبر میدن. باشه. علی یوسف چی شد؟ تو خوبی؟ خوبم. عمل خیلی سختی بود، جراحتای شش و کبدش رو رفع کردیم. تو بدنش یه گلوله بود و تا نزدیک قلبش تیکه‌هاش پخش شده بود، همه رو برداشتیم. درباره اشتباه نکردن دکتر. یه چیزی بهت بگم، اگه یه روز پسردار بشم اسمشو علی یوسف میذارم. بهت مدیونم. اما اما وسط عمل مشکلاتی پیش اومد. مثلا طوفان، ببین شنیدم تو اتاق عمل گل کاشتی. آفرین. چی میگی؟ پلیسی که مجرما با کلی گلوله نتونستن از پا در بیارن با یه حرکت کارشو ساختی. این کم بود، حالا اون زن دیوونه نازلیرم فرستادی پیش من که استخدامش کنم. دوبله شده در استدیو جری. برو بیرون. نازلی رو از سرم باز کردم، اما امیدوارم اون پلیس خوب بشه، چون دیگه پدری نداری که جور کارتو بکشه. میدونی من به چی فکر میکنم؟ تو نمیتونی پدر واقعی من باشی. جدی میگم، اعتراف کن. خب جفتمونم راحت میشیم. چطوره؟ خودتم راحت کن. بگو دیگه. دیوونه شدی. بگو دیگه. بگو 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 دیگه. پشیمون میشی. بگو دیگه. اعتراف میکنی؟ بگو دیگه. بگو. حق با زیانور بوده، نباید از مارماریس می آوردمت. ببین به چی میگم، برام تره خورد نمی کنی ها، اما نظر اون زن رو به تتونو خراب کنه، چون دکتر علی یوسف واقعا دوستت داره. نه نگران نباش، نمیذارم. الو ایپک، اگه ایلول پیشت حواست باشه نفهمه با من حرف میزنی. باشه. ها فکر کنه دارن زخمی میارن، تو هم باید زودتر بری دم در از آمبولانس تحویل بگیری. فهمیدی؟ زیاد وقت نداریم ایپک، باید عجله کنیم. تو بیا بیرون همونجا باش، الان میام. یعنی منم باید بیام جلوی بیمارستان؟ باشه اومدم. چی شد؟ گفتن برم در بیمارستان اما حوصله ندارم. خب نرو، یکی دیگر رو بفرست جات. نه خیر، چون خواهرم رئیس شده همه چشا رو منه. میرم. باشه پس من جات میرم، خواهرم هم چند دقیقه استراحت کنه. نه بابا تو بشین، خودم میرم، ولش کن. خدافظ. این کارت شناسایی کو؟
بابا. بابا و روش های درمان معروفش. چقدر التماست کردم که اینو بدی به من. هدیه رو به کسی نمیدن پسرم. هدیه رو به کسی نمیدن. رفتی یکی دیگه برام گرفتی. دلم برات تنگ شده بابا. با وجود همه این اتفاقا. تو دیگه کی هستی؟ اولین باره میبینم. تو آپارتمان کسی تو رو دید یا نه؟ نه 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 دکتر، خونم خالی بود. بدش من. هر کاری ازم خواستین کردم. اینا به درد میخوره یا نه؟ هی بد نی. اون یکی کار چی؟ اون کارم حال کلیدا. خونه ها، دفتر، ماشین ها، همه حل. آفرین چنگیز، بازم خودتو نشون دادی. برو دیگه، آفرینش هم گرفتی. باز با شوهر من چی کار کردی ها؟ جواب بده. چی از جون اون بنده خدا میخوای تو؟ اینجا بیمارستانه، اون صداتو بیار پایین. نمیارم پایین. همه بشنون که تو چه بچه‌ای بی‌معرفتی هستی. باز چه خبره؟ چه مرگت تو؟ خجالت نمیکشه اینو میپرسه؟ مردی که با روی خندون از خونه در اومد، با حال گرفته برگشته خونه، حرفم نمیزنه، خجالت بکش. نسرین چرت و پرتاتو بردار، برو پی کار، دست از سرم بردار. صبر کن خانوم، هنوز تموم نشده. بنده خدا گفت این سهم دخترامه، پولا رو برداشت و برد. آدم حسابش نکردی؟ تو هیچ حقی نداری. کی برای پدرت کاری کردی که تو مغازه سهم داشته باشی ها؟ هیچ سهمی نداری تو. نسرین برو. نه ترس، میرم. منم عاشق اون قیافه نحست نیستم خانوم. تو دست از سر دختر و شوهر من بردار، منم میذارم میرم. ایپکم که بردی خونه خودت. ایپک خواهرمه، باید از تو اجازه بگیرم که ببرم. اجازه هم سرت میشه؟ بعد نگذره. ایپکم بردی پیش خودت، با اون ذات کثیفت مغزشو شستشو دادی. دختر نازم دیگه حال مادرشو نمیپرسه. اگه میخوای بدونی چرا خبرتو نمیگیره، بهتره اول به خودت نگاه کنی. چرا نگو؟ من میدونم که عاقبت تو چی میشه ایلون خانوم. حالا ببین کیه بهت گفتم یه آتیشی به جونت میفته که زنده زنده میسوزی و درد میکشی. بعدا نگی نگفتم؟ این پیشگویی چرت تو بردار و گورتو گم کن. از سر تو پاد بد جنسی میباره، حالمو به هم میزنی. منم 25 سال حالم از تو به هم میخوره. خودت از زندگیم گمشو بیرو، میشنوی؟ پس اینجا زندگی میکنی؟
خونه چند طبقه است؟ بالا مدرن، پایین عتیقه. خونه هم مثل خود تعلی و سفتنی زغلو، ظاهر مدرن، کله عتیقه. اینجا راحته. باشو. دکتر، اگه حرف درباره بیمارستانه نگو، نمیخوام چیزی بشنوم. نه دکتر، براتون دعوتنامه آوردم، بفرمایید. دعوتنامه چیه؟ دکتر علی آصف و دکتر ایلول ازدواج میکنن. چه اینطور؟ مطمئنی این دعوتنامه مال منه؟ بله دکتر، دکتر علی آصف خیلی تاکید کردن میخوان اون شب کل اکیپ بیمارستان اونجا باشن. جالبه. باشه، ممنونم که برام آوردید. خواهش میکنم. خیلی تون میری، بهت نمیرسم. حالا نوبت چیه؟ تماشا کن ببینم چطوری امروز رفتی شهرداری برای فردا روز عقد گرفتی ها؟ چون علی آصفی؟ نه، این دکتری علی آصفه. آقای مدیر یادته؟ قبلا یه بار عملش کرد. هر روز یه جور غافلگیرم میکنی. حالا کجاشو دیدی خانوم؟ برو بیرون. دروغ میگی. نه اینو میگی که کارو ول کنم، اینو میگی که مالزیو ول کنم. بیدار شده بود، مجبور شدم بهش بگم. علی خواهش میکنم راستشو بگی، بگین دروغه تو رو خدا. رحمت صدمه یه جدی دیده بود، برای اینکه خون ریزی بند بیاد مجبور شدیم رحمتو برداری. یعنی درسته نمیتونم بچه دار بشم؟ درکت میکنم که چقدر ناراحتی. نمیخوام تو زندگیت فضولی کنم، اما تو این دنیا بچه های زیادی هن که لیاقت عشقو دارن. میتونین مادر یکی از اونا بشی. بچه یه خودت نمیشه. چرا نمیشه؟ وقتی براش زحمت کشیدین از اونم بهتر میشه. به عنوان کسی که از محبت خانوادش محروم بوده اینو میگم. شده در استدیو جن. من یه مادر بزرگ داشتم که فوت کرد. همیشه میگفت 9 ماه بچه رو تو شکم بزرگ کردن مادری نیست. مادری یعنی یه عمر اونو با عشق و محبت بزرگ کنی.
بی سلیقه. فردا عقد میکنیم و زنم بشیم. یکم یهویی نشد؟ یهویی؟ روزی که از هلیکوپتر پیاده شدم و تو رو روبروم دیدم، درست از همون روز منتظرم. اغراق نکن دیگه. اغراق نکن؟ اغراقم کجا بود؟ من تو رو با مشت و لگد به دست آوردم دختر خانم، غیر از اینه؟ با وجود همه اون ناراحتی ها، با وجود همه اون مانع ها، حتی با وجود یه دندگی تو، ما فردا ازدواج میکنیم. اینجا هر جور حساب کنی موفقیت بزرگ علی آصف دنیزوغلو رو میبینی. قبول کن دیگه. دروغ میگم؟ بهم تبریک بگو ببینم. بزن قد شریک زندگی. نزدی. باشه باشه. خب عروس خانم با کمدی رام نشد. شاید مرموز بودن نتیجه بده. داشت برد و باز کن. اونجا یه جعبه هست، اونو در بیار. این چی؟ بازش کن. آه. تو ماشینت پیستوری نگه میداری؟ اولین پیستوری بابام. خیلی با ارزشه. نگهش دار. نگه میدارم. اما میخوام یه چیز دیگر رو ببینی. عکسی که اونجاست نگاه کن. این کیه؟ پشتشو ببین. پسرمون توی یه سالگی. این پسر باباته؟ نمیدونم، هیچ وقت از همچین چیزی با هم حرف نزده بود. ممکنه. تو چی میگی؟ شاید تو سن پایین مرده، بابا تمجاشو با تو پر کرده. آره شاید. دیگه از هیچی درباره پدرم تعجب نمی کنم. هیچی بعید نیست. زندگیش پر از راز بود. بگذاریم. اما با نمکه ها. خوش اومدین. بفرمایین تو بچه. خوش اومدین. من کمکتون. در عرض چند ساعت اینجا رو کلن زیر رو میکنیم. یه تزئین ساده و خیلی شیک با یکم گل. برای موسیقی هم یه دیجی خیلی خوب سراغ دارم. آبجی بسته دیگه، بیا بیرون. آبجی به نفعت اون روی سگمو بالا نگیری. یه چوب میارم در رو میشکنم، با مشت و لگد از اتاق میارمت بیرون.
خوشگل شدی عزیز دلم. شمام خیلی خوشگل شدی. چقدر خوشگل شدی تو خواهر نازم. سب کن. چطوره؟ خوبه؟ خیلی خوب شده. آماده ای عزیزم؟ آره آماده هم. بریم بریم. یه دقیقه سب کنید. کفشتو درار. تو هم خودکار بیار. من تا زیر اون کفش اسمامو ننویسم از جام جمع نمیخورم. چرن نگو اسما، این که عروسی نیست. نه خیلی کار از محکم کاری اب نمی کنه. قبل از عروسی برای احتیاط بشه. باید بگم واقعا فکر خوبی کردی. بیا با این بنویس. اسم منم بنویس که زود پاک بشه. اینم فکر خوبیه. کفشتو درار. بیا اول یه اسمای گنده می نویسم. کی زنگ می زنه؟ شمارش سیو نیست. الو منم نازلی. حدس می زدم بخوای زنگ بزنی. نه بابا منم کشته مرده ی تو نیستم. فقط گفتم باید چشمای هم جنسم رو باز کنم. تعجب نکردم. داری اشتباه بزرگی میکنی ایلول. مطمئنی؟ با مردی که عاشق یکی دیگه است داری ازدواج میکنی. علی آصف عاشق منه. اگه اینقدر ازش مطمئن نبودم باور کن اینو بهت نمیگفتم. قطع کن. خیلی لطف داری اما متاسفانه الان وقت شنیدن این حرفا رو ندارم. برای همین بهتره بری خودتو بول بزنی. به زبون خوش و در نهایت نزاکت بهت گفتم پاتو بکش کنار. البته اگه به حسابت بکنم من میدونم تو بازم حرف خودتو میزنی. ایلول ارزش حرف زدنم نداره. نوشتی؟ نوشتم. بدش من. خیلی خوب حاضرم. دیگه میتونیم بریم. وایسا وایسا بذار یه سلفی بگیریم. خوب شد. بریم. خیلی خوب بریم. قربونش برم من. با چی صحبت میکردی؟ چیز مهمی نیست. یه مشکل کوچیکو حل کردم. از روش تو حل مشکلها خوشم نمیاد. نفهمیدم. یه بار دیگه بری پیش بابا. نمیتونی منو ببینی. داری میری؟ فکر میکردم با هم شام میخوریم. اشتباه فکر میکردی. خب باشه. چی کار میشه کرد؟ منم زیاد گرسنم نبود. خب این قضیه یه کارم. قول میدم دیگه نرم بشه پدرت. اما تو هم هیئت مدیره رو راضی میکنی. به این راحتیام نیست. از حرفای تکراری خوشم نمیاد. اما اینو باید ایلول و علی آصف قبول کنن. نازلی این قرار مگه برای رفع این مشکلمون نبود سینان جو؟ برای این بود. بی خودی وقت تو تلف نکن. آخه من باید برم. بعدن میبینمت. به سلامت عزیزم. بالاخره منو جدی میگیرین. همه تون میفهمین. موسیقی
خیلی خوشگل شدی. چه خبرتونه؟ شما چی کاره این؟ دو تا آدم غریبن، شما چرا شنگولی؟ بح بح چنگیز خان خوش اومدین، یه شب هنوبندون خیلی هیجان انگیز داریم. البته ریشمش کمی آروم اما توندش میکنی. من دارم اینو میبرم دکتر. ببرش، راحتی مهمه. آها، درزم کاری که گفتم انجام دادی؟ بله دکتر. آفرین، خوبه. خیلی خب، پس منم زوج خوشبختمونو تماشا میکنم. تو همچین روزی آخه این چه کاریه؟ آدم عوضی باید حس میزدم اون زنی که همچین کاری کنه. حالا چی کار کنی؟ تو سالونو نگاه کردم، ظاهرن این فقط برای ما اومده. این عده چی آخه؟ به خدا کم مونده بود بالا بیارم. بچه ها یکم آروم باشین. شمارشم که نیفتاده، هیچ وقتم، نه امروز. نمیدونم کی فرستاده اما اون نازلیو میکشم. حالا اینکه هیچی، علی آصفا چه میگی؟ واقعا که دختر تنهایی این کارو کرده؟ آره از اونم خیلی کفریم. چطور با آبجیم همچین کاری کردی؟ بابا یکم آروم باشین، جریان چیزی که فکر میکنین نیست. من دیدم. چیو اصلا چجوری میتونی دیده باشی؟ اصلا چه اهمیتی داره کجا و چطور؟ اینو دیدم. دیدم دیگه. چیزی که فکر میکنین نیست. علی آصف بیگناه. یعنی چی؟ علی آصف نازلی رو نبوسی؟ ها، دکتر علی آصف بمیرم به دکتر ایلول خیانت نمیکنه. برای همین از همون اولم باور نکردم. منم از همون اول باور نکردم، اصلا باور نکردم، حتی یه سر سوزم. اما دکتر ایلول این عکس‌ها رو ببینه چی رو باور میکنه خدا میدونه. حواسمون به ایلول نبود بچه ها، ممکنه برای اونم فرستاده باشه. اسما، اونش با من بگیرش. اسما، زهر ترکم کردی دختر. آخه اینطوری میان تو اتاق؟ آخه کارت زشته. خوب تو همچین روزی چپیدی تو اتاق؟ 6 ساعت اون پایی منتظرتیم، آخه این چه کاریه دختر؟ وای عزیز دلم. میخوام به نهیر زنگ بزنم ببینم حالش چطوره. برش من اون قهرمانه، خودت برام تعریف کردی، رو اون حساب میگم. حتما حالش خوبه. حالا کارو ول کن، کار ما رو تعطیله، گوشیت هم میمونه دست من. برش. نخیر. چی کار میکنی اسما؟ من هر کاری میکنم به خاطر خیر و صلاح خودته. این دستای خوشگل، این دستای کوچولوی نازنازی نباید گوشی بردارن، باید حنا بزنن. تو پاک دیوونه شدی دختر. آره من دیگه پاک دیوونه شدم، چیز شدم. اما فعلا منو بیخیال شیم، چون که باید حنا رو بزنیم. اوف، حنا زدن هم داری؟ ببین اعتراضی وارد نیست، میخوام یه لباس راحت بپوشم، این لباسو در میارم. بس دیگه. نه هیچ اعتراضی نیست، یه چیز راحت بپوش، راحت باش، برو جونم.
این گوشی چجوری وا اسما چی کار میکنی؟ از چه لحاظ؟ ببینم تو حالت خوبه؟ چرا مشکوک میزنی ها؟ انگار میخوای یه چیزی بگی اما نمیتونی بگی چیه؟ استرس داری؟ چیه بگو دیگه من نمیفهمم. آره خیلی استرس دارم، من خیلی استرس دارم، استرس دارم. بالاخره دوبله شده در استدیو جری ما سالها آرزوی رسیدن این روزو داشتیم نه؟ نه آره من داشتم، علی آصف و تو تا آخر عمر تو دلخوشی و سختی و خیلی قلب. یعنی تو برای ما آرزو کردی؟ علی بروجا که بانم اکی منی تو عزیزم، عزیز منی تو، من دیگه رفتم. این چیه دیگه؟ تو کی هستی؟ به به شاد اومد، اجازه هست؟ بیا بشین عیاز. تو اینجای عروس خانم یه اتاق دیگه، ما موندیم بالا، کجا رفتیم؟ اینا نگاه میکردم، امروز برای من فرستادم. از کیه؟ روش اسمی چیزی نداره؟ نه اسم ننوشته، اما زیرش آینه هست. برای کادوی عروسی انتخاب خیلی عجیبیه، مشخصا منظوری داره، اما کیو سره داره پیداش کنه؟ کی و چرا همچین هدیه‌ای برام فرستاده؟ علی اینو نگاه کن. چیو؟ این چیه؟ این مسخره بازی دیگه چیه؟ از بازیای اون نازلی روانیه. عیاض نمیخوام سوء تفاهم بشه. نه من متوجه همه چی هستم، خیالت راحت باشه. ناخواسته دیدمتون، دو دقیقه آروم بشین، آروم باش، میخوام با طرف زن. آخ از دست تو، فقط برای تو فرستاده؟ نه برای همه بالایی. چی داری میگی؟ ایلول چی؟ نه قضیه ایلول و اسم داره حل میکنه. علی تکلیف این زن دیوونه رو باید جدی روشنش کنی، باشه؟ وگرنه اگه حتی هیچ کاری هم نکنه براتون آرامش نمیذاره. کلی حرف زدیم عیاض، این زن خجالت نمیکشه؟ پس اشتباه میکردم، اونقدرام که میگن باهوش نیستین علی آصف دنیزوغلو. اگه باهوش بودی باید راز هدیهی که برات فرستادم همون لحظه میفهمی. شانس آوردی که من هستم. فردا همه ی سوالای ذهن تو با یه حرکت کوچیک جواب میدم. منتظرم باش. به به چشم و دلمون روشن، ما دار و ندارمونو فروختیم، سقف بالا سرمونو دادیم، دخترت این خیالش نیست. تازه سرکار خانم بدون پدرشون هنو بندون میگیره. نفرین باز چی داری میگی زن؟ ها؟ باز چی داری میگی؟ دختر جونتو میگم دیگه بداد، سرکار خانم هنو بندون گرفتن، تو روحت هم خبر نداره. دروغ نگو زن، دروغ نگو. آه من دارم دروغ میگم، ها بفرما، با چشای خودت ببین. تو صفحه ای پیکه نوشته هنا بندونه ایلوله، که ای دختر از باباش خواستگاری کردیم که ما خبردار نشدیم. خیلی خوب بی خیالش شو، جمع کلاتو بذار بالاتر، اسمتو بذار بابا. خفه شو زن، خفه شو، بذار دو دقیقه آروم باشی. من چرا خفه شم؟ مگه دروغ میگم که خفه شم؟
اما همش تقصیر خودته. با بیشوری تمام رفتی پول دادی بهش. بیا اینم نتیجش. بابا میخوای چی کار کنم؟ چی میخوای زن؟ چی کار کنم؟ خودمو بکشم؟ میخوای خودمو بکشم؟ آره؟ چی کار میکنی به دوتن؟ یه خورده یواشتر برو. خودت چی کار میکنی زن؟ چی داری میگی به من نسبین؟ چی داری میگی؟ اون درختو میبینی؟ برم بکوبم بهش جفتمون به درک واصل شیم؟ جفتمونم راحت میشیم، بمیریم راحت شیم. چطوره؟ بدد زنی که گند زد به شبمون، خودمونو به آب و آتیش زدیم که ایلول نفهمه. حتما برای فردام یه برنامه‌ای داره، عوضی مریض. آره خب باید مراقب باشیم، خطرناکه. از اون هیچی بعید نیست. من یکی رو میشناسم که از اونم خطرناکتره. مامان نسرینم رو یادت رفت؟ اون دست نازری رو هم از پشت میبنده، میگم با هم دشمنشون کنیم از شرش راحت. باشه فعلا اینا رو ول کن. بابا تو برای جشن عروسی دعوت میکنی؟ نمیدونم، هنوزم ازش عصبانیم، اما نمیدونم احساس ایلول چیه. چرا؟ چطور مگه؟ امروز اومده بیمارستان صحبت کردم با هم، دقیق نگفت چه حرفایی زدن، اما خیلی ناراحت بود. پس کارت سخته. یکم سختتر از سخت. مطمئنم درباره ایلول بهترین تصمیم رو میگیری. خانواده به همین میگن. ببینیم. سری ببرین اونجا. راه باز کنین، راه باز کنین. ببرینش اونجا. خب مشکل چیه؟ تصادف کرده. مرد حدود 50 سال، بیهوشه. علائم حیاتی ثابته. رو سینه و شکمش خراشه عمیق داره. این پدر ایلول نیست؟ چرا، دکتر متاسفانه خودشه. تو ماشین تنها بوده؟ یه خانم هم بود، فکر کنم زنشه. هزار بار گفتم کمربند تو ببند، اما کو گوش شنوا. خودش کم بود دشمنم به کشتن میداد دیوونه. بد نیست شما هم یه معاینه بشین، سری یه تخت به خانم بدین. خانم بفرما این دراز بکشه. نمیخواد، لازم نکرده. فقط بگین زنده است یا نه. بله بله زنده است، نگران نباشین. اما من یه دقیقه دیگه نمیتونم با این روانی زندگی کنم. باشه خانم گرامی، اما باید شما را معاینه کنیم تا مطمئن بشیم حالتون خوبه. خانم بفرمایید شما. از رو من یه ماشین گنده رد شدم و سالمم، این که چیزی نیست. نمیخواد، خودمو درمان میکنم. اون کجا داری میره؟ خانم کجا داری میری؟ خیلی خوب دیگه، ما بالا سرشیم. من بود آخش سبک شدم. تاکسی. تو هم برو بمیر، هرچی میشه به درک ولش کن. زود باش حرکت کن. میگن هوشت 146ه، ببینیم رازشو پیدا میکنی یا نه. عجب شبی بود. آره حس می کردم قرار نیست تموم بشه. اما خیلی خوش گذشت. اونو پیدا کردی؟ از کیه؟ نمیدونم، انگار یه عاشق گمنام دارم. هدیه عجیبیه. آره اما مشخصه که منو میشناسه. تو بچگی این ماشینا رو خیلی دوست داشتم. بابام هر جا میرفت یکی برام میاد. منم چون میدونستم میاره دم در وام ایستادم. خاطره های قشنگ بچگی. اما بچگی من مزخرف بود. برای تو از پاپاسی میآورد. تا
تو رو خیلی دوست داشت. من هیچ وقت نتونستم بفهمم که چرا به جای من تو رو دوست داشت. مگه چی کار کردم؟ چی کار میتونم کرده باشم؟ چی کار کردم که بابا منو مثل یه آشغال بنزه تو خیابون و تو رو تاج سرش کنه؟ خیلی بهش فکر کردم، بعدش هم مقصر رو پیدا کردم. نه من نه بابا، مقصر اصلی تویی و مجازاتم میشی. اما نگران نباش، عادلانه میشه. هرچی من کشیدم تو هم همونو تجربه میکنی. بله، 24 ساعت آخرت، با زن مورد علاقت ازش لذت ببر. اینم آخرین لطف برادرت به توه. آه، یه چیزی یادمون رفت. چی یادمون رفت؟ هنا. چه هنایی؟ حالا که با رسم و رسوم جلو میریم تو هم هنا میزنی، ببین. نه بابا، تو زدی دیگه، کافیه. میگم باید بزنی علی یوسف. من چرن نگو، واقعا میخوای به این دستای علی یوسف با این عظمت حنا بمالی؟ من جراحم، جراح. انگار باز مشت میخوای. من حرفی ندارم. قهرمان آروم باش، آخر این مشت و لگدا یه جور دیگه تموم میشه. در اصل خوشگله ها، دلم سوخ. اما خب چی کار میشه کرد؟ سرنوشت تو هم این بوده، انتخاب خانواده و کسی که عاشقش میشی با خودت نیست. چی شد یو؟ این چرا قد شد؟ این دکمه ای رو زدم؟ برگرد، ده برگرد، عجب، کار کن. چنگیز، بازا خوب پیش نمیره. نه ترس، همه چی درست میشه. اما نمیشه. تو کجایی؟ جایی که گفتی، جلوی خونم. این دوربینا کار نمی کنن. باید کار کنن. دروغم چیه چنگیز؟ میگم کلن سیاه شدن. میری توی اون خونه، در عرض 10 دقیقه مشکل رو حل میکنی، همه این دوربینا رو درست میکنی. هنوز نخوابیدم، اگه برم تو خطرناک میشه، گیر میافتم. فردا که همه رفتم بیرون درست میکنم. تو خیلی باهوشی؟ ها؟ از من عاقل تری؟ بیشتر سرت میشه؟ باشه، الان جورش میکنم. باید درستش کنم، باید درستش کنم، باید درستش کنم. هیچی نمیبینم. بابام چش شده؟ بابا آروم باش، نترس، چیز مهمی نیست، خوب میشه. تصادف کردن، پشت گوشش هم یه زخم کوچیک داره. باشه، بازم یه توموگرافی از مغزش بگیریم. گرفتیم. دوبله شده در استدیو جی. رو سرش حدود 6 سانت خراش هست. سینیه بخیه رو بیار. چش دکتر. استاد گفتین تصادف کردن. کیا؟ کی پیشش بوده؟ مامانم؟ اون خوبه؟
ظاهرن که خوب بود. گفتم معاینتون کنیم اما گوش نکرد، بابا تو ول کرد رفت. رفت یعنی چی؟ کجا رفت؟